آمریکا 92 دامنه اینترنتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نشر اطلاعات نادرست در سراسر جهان استفاده می‌کرد را ضبط و مسدود کرد. گیتا آریان گزارش می‌دهد. بنا به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، استفاده از این دامنه‌ها به طور غیرقانونی صورت می‌گرفته و بخشی از کارزار حکومت ایران بوده که یا خود سپاه یا دیگران از طرف سپاه اداره می‌کردند. چهار مورد از دامنه ها در نگاه اول منابع خبری مشروع به نظر می رسن، اما در واقع توسط سپاه کنترل می شده و هدفشون تاثیرگذاری بر شهروندان آمریکا بوده تا خواهان تغییر سیاست های ایالات متحده نسبت به ایران و خاورمیانه بشن. 88 دامنه اینترنتی دیگه هم به همین ترتیب، اما هدفشون کشورهای اروپای غربی، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا بوده و تبلیغاتشون برای جلب نظر مثبت اون مناطق نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده. جان سیدمرز، معاون وزیر دادگستری ایالات متحده، گفته ما به استفاده از تمامی ابزارهایمان برای جلوگیری از سوء استفاده دولت ایران از شرکت‌های آمریکایی و شبکه‌های اجتماعی برای پراکندن پروپاگاندا جهت تاثیرگذاری پنهانی بر افکار عمومی آمریکا استفاده می‌کنیم. در این حال اون چهار دامنه که در آمریکا فعالیت می‌کردن می‌باید طبق قوانین این کشور هویت خودشونو به عنوان نماینده یک نهاد خارجی ثبت می‌کردن تا دولت و مردم آمریکا بدونن چه گروه‌هایی اداره کننده اون هستن. FBI تحقیقات خودش رو با کمک گوگل، فیسبوک و توییتر انجام داد. دادستان منطقه شمال کالیفرنیا گفته پیگیری این اعمال جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. گیتا آریان، صدای آمریکا.